سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون 7 تا برنامه که فکر میکنم براتون مفید باشه و میتونین ازشون استفاده کنین و یکم هم متفاوت هست و بهتون معرفی کنم. پس حتما سعی کن همشون رو تست کنی و تا آخر این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. من سعی کردم یه سری نرم افزارهای خیلی جالب و در این حال کاربردی که مطمئنم ازش خوشتون میاد و تا حالا جایی ندیدین رو تو این ویدیو بهتون معرفی کنم. لینک همشون رو توی قسمت دیسکریپشن براتون میذارم و سعی میکنم توی کانال تلگرامم براتون بذارم تا راحت تر بتونین دانلودش کنین. پس خیلی سریع بریم و استارت کارو با هم دیگه بزنیم. چون میدونم به هوش مصنوعی خیلی علاقه دارین، اولین برنامه‌مون رو با هوش مصنوعی شروع می‌کنیم و این برنامه یه جورایی میتونه شما رو تو این زمینه نابود کنه. شاید قبلا اسم این برنامه رو شنیده باشین. از پلی استورمون میریم کوپایلت رو سرچ می‌کنیم و برنامه‌ای که متعلق به شرکت مایکروسافت هست رو دانلود و نصب می‌کنیم. و وقتی که اون برنامه رو باز کردیم، باید با اکانت مایکروسافتتون وارد این برنامه بشین و این تیکه GPT-4 رو بزنین و تمام. الان دیگه شما می‌تونین از همه ویژگی‌های رایگانی که داره استفاده کنین. این بهترین بخشش نیست و اگه من روی این سه نقطه‌ای که اینجا هست بزنم، اینجا GPT-های مختلفی داره که میتونیم هر کدومو ازش استفاده کنیم. مثلا من روی دومیش که دیزاینر هست کلیک میکنم و اینجا میتونیم اون تصویری که توی ذهنتون هست رو توصیف کنیم براش تا یه تصویری براتون ایجاد کنه. من مثلا مینویسم یه خانم خندان که لباس قرمز و یه کت مشکی داره و کنار خیابون ایستاده، ببینیم چه تصویری برامون درست میکنه. اینجا میبینیم که این کار رو برامون انجام داده. اگه من برم قسمت پایین، میبینیم 4 تا تصویر که یه خانم خندان است و لباس قرمز تنشه و یه کت مشکی و کنار خیابون ایستاده رو به راحتی و به قشنگی برای ما درست کرد. من اینجا میتونیم روی هر کدومش هم که خواستیم بزنید و یه سری تغییرات هم اینجا میتونیم بدیم. مثلا میتونیم اونو به حالت لندسکیپ در بیارید. همونی که به قشنگی اونو به صورت افقی برای ما در آورد و میتونین ازش استفاده کنین و اونو ذخیرهش کنین. بازم این بهترین بخش برنامه‌مون نیست و اگه من مثلا دوباره برم توی کوپایلت و روی این سه نقطه بزنم و وارد پلاگینز بشم، این گزینه دوم که سونو هست و فعالش کنم، میتونیم اون آهنگی که دوست داریم بشنویم و اینجا براش توصیف کنیم تا یه آهنگی برای ما درست کنه و اونو به راحتی میتونیم دانلودش کنیم. مثلا من اینجا مینویسم یه آهنگ الکترو پاپ درباره دوست داشتن حسن. الان میبینیم که اون آهنگو برای ما ساخته و کافیه روی این لیسن کلیک کنم تا آهنگو بتونیم بشنویم. من یه ویدیویی دیگه هم مخصوص هوش مصنوعی ساختم که خیلی هم ازش استقبال شد و الان لینکشو بالای صفحه برات قرار میدم تا اگه به هوش مصنوعی علاقه داری اون ویدیو رو هم از دستش ندی. با استفاده از این برنامه هم که الان بهت معرفی کردم، میتونی هر تصویری که توی ذهنت هست رو خلق کنی و حتی هر آهنگی هم که میخوای درست کنی و بهش گوش بدی یا حتی برای دوستات بفرستی و این میتونه به نظرم خیلی هیجان انگیز باشه. دومین برنامه‌مون لوکال سنت هست که میتونی اون رو روی هر دستگاهی از طریق پلی استور یا اپ استور
یا مستقیما روی کامپیوتر خودتون دانلود و نصب کنید. وقتی این برنامه رو دارین و مثلا میخواین چند تا از عکسای خودتون رو برای دوستاتون بفرستید، بدون توجه به دستگاهی که اونا دارن، آیفون، اندروید، آیمک، کامپیوتر ویندوزی، تبلت یا هر دستگاهی که این برنامه لوکال سن روش دانلود و نصب بشه، برنامه رو روی هر دوتا دستگاه اجرا میکنین و اینجا میتونین عکساتون رو بازم اضافه یا ادیت کنین و کافیه روی دستگاهی که میخواین ارسال بشه بزنین و اون طرف مقابلم اکسپت کنه و تمام، به صورت خیلی بالایی همه تصاویر یا فایلاتون انتقال پیدا میکنه. پس دیگه الان شما میتونید با یه سرعت خیلی بالایی فایلایی که دارین و بین هر دستگاهی که میخواین انتقال بدین، مثلا از آیفون به سامسونگ، از سامسونگ به آیپد یا هر دستگاهی که خواستین، و خوبیش اینه که اینترنت نمیخواد و با سرعت خیلی بالایی این کارو براتون انجام میده. تبلیغات آزاردهنده ای هم نداره و کاملا رایگانه. شما حتما باید این برنامه رو امتحان کنین که میتونین اونو از پلی استور دانلودش کنین به اسم اسپشیال تاچ. وقتی اونو بازش میکنین اجازه دسترسی ها رو بهش میدین و بعد این دوتا موردم تیکاشو بزنین. اینجا توی این استال اپتون باید مطمئن شین که برنامه اسپشیال تاچتون فعال باشه. میرین توی اینستال اپ و اسپشیال تاچمون رو آن میکنیم و وقتی من روی نیکس بزنم، اینجا یه سری آموزش هایی به ما میده که اگه یکم وقت بذاریم مطمئنن ارزشش رو داره. اینجا بهمون میگه که یه انگشتتون رو بیاریم بالا و کافیه که من انگشتم رو بیارم بالا و اگه یکم برم سمت راست، الان اینجا مشاهده میکنین که دست منو داره تشخیص میده و اینجا یه سری تمرینایی بهتون میده که شما بعد اونا رو انجام بدین. مثلا میگه انگشتتون رو به هم دیگه بزنین، یعنی که میگه با دو تا انگشتتون این کار رو انجام بدین. حالا توی برنامه هایی مثل تیک تاک یا یوتیوب و اینستاگرام میتونین برین و از این قابلیتی هایی که هست استفاده کنین. اگر الان مثلا توی اینستاگرام برین و این انگشتتون رو بیارین جلوی دوربین سلفی قرار بدین، دیگه به راحتی اون رو تشخیص میده و میتونین با حرکت اون رو کنترل کنین. من انگشتمو میارم پایین و میبینیم که الان داره ویدیوها رو برای من جابجا میکنه. اگه دو تا انگشتمو بیارم، این حرکت رو برعکس برای من انجام میده. انگشتمو به هم دیگه فشار بدم، میتونم اون رو ببرم بالا و میبینیم که صدای ویدیو رو داره برای ما زیاد میکنه. و به راحتی میتونیم اینجوری ویدیومون رو کنترل کنیم. و میتونین همه قابلیت هایی که داره رو تست کنین و از راه خیلی دور هم این کار رو برای شما به خوبی انجام میده و میتونین با یه اشاره موبایلتون رو کنترل کنین و از این کار لذت ببرین. حتما اسم هوش مصنوعی چت جی پی تی رو تا الان شنیدی و ازش استفاده کردی. میخوام بهت یه برنامه خیلی فوق العاده معرفی کنم که مستقیما اون رو روی کیبوردت داشته باشی و تا یه حد خوبی هم از زبان فارسی پشتیبانی میکنه. یه برنامه‌ای هست که این کارو برای شما میتونه انجام بده، برنامه کلور تایپ کیبورد هست. حتما به این لوگوش دقت کنین چون برنامه‌های مشابهش زیاد هست و وقتی این برنامه رو دانلود کردین و نصب کردین وارد ستینگمون میشیم و بعدش از گزینه جنرال منیجمنت روی کیبورد لیست اند دیفالت میزنم و اینجا باید دقت کنیم که این کلور تایپمون فعال باشه و دیفالتمون رو میذاریم روی همین کلور تایپ. و حالا اگه مثلا بریم توی واتساپ و اینجا یه متنی بخوایم بنویسیم، میتونیم از اینجا هم گزینه فارسی هم حتی بهش اضافه کنیم. اینجا پرشین داره و میتونیم اونو به راحتی اضافه کنیم. و حالا اگه من برم توی واتساپمون مجدد، مثلا اینجا می نویسم سلام حالت خوبه،
و اینکه امشب میای یه فیلم ببینیم. اینجا یه حالت AI داره که اگه روش بزنیم حالتهای مختلف نوشتن رو به همون نشون میده و همونطور که میبینید تا یه حد خوبی هم داره برای ما به زبان فارسی جمله بندی ها رو تغییر میده. حالا حالتهای مختلفی داره که میتونید اونا رو هم تست کنیم. مثلا من روی پروفشنالش میزنم و میبینیم که متنای قشنگ و متفاوتی به ما پیشنهاد میده و حالا میتونیم اونا رو انتخاب کنیم، یکم خودمون ادیتش کنیم و برای طرف مقابل بفرستیم. و اگه یادتون باشه ما این قابلیت رو روی سامسونگ S24 اولترا و این ویدیویی که این بالا براتون قرار میدم داشتیم و اگه این گوشی فوق‌العاده رو داری بهت پیشنهاد میکنم حتما این ویدیویی که بالای صفحه برات گذاشتم رو ببینی و با ترفندهای دیگه این گوشی فوق‌العاده هم آشنا بشی. این قابلیت داره روی همه گوشی‌ها تقریبا اضافه میشه و به نظرم میتونه خیلی جالب باشه. میخوام بهتون نشون بدم چجوری میتونین گوشیتون رو به یه جعبه ابزار کوچیک تبدیل کنین. اسم این برنامه تولی هست. به راحتی میتونین از پلی استور اون رو دانلود و نصبش کنین و وقتی بازش میکنین اینجا یه سری ابزارهایی میاره که بر اساس اون کارهایی که میکنن دسته‌بندی شده. میتونین روی این نماد سرچی که هست بزنین و اینجا تمام اپلیکیشن هایی که هست رو میتونین مشاهده کنیم. بیشتر از 100 تا اپلیکیشن هست که حالا میتونیم با هر کدومش که خواستین کار کنین و ازش استفاده کنین. مثلا یکی از ابزارهایی که من استفاده کردم و به نظرم خیلی جالب اومد توی قسمت تکست تولزمون هست. اگه بیایم قسمت انتهاییش اینجا یه استایلیش فونت داره و اینجا اگه یه متنی مثلا من بنویسم، مینویسم مای آکادمی حسن و اینجا میبینیم که اونو به فونت‌های مختلفی برامون در میاره. هر کدومشه که دوست داشتیم به راحتی میتونیم اینجا روش یه کلیک انجام بدیم. مثلا من یکی رو میزنم و میتونیم توی هر جایی که خواستیم ازش استفاده کنیم. مثلا خیلی مبدلهای مختلف هم داره که میتونین ازشون استفاده کنین و میتونه کمکتون کنه. یه بخش جالب دیگه هم که من توش دیدم و به نظرم خیلی جالب بود و برای سرگرمیاتون میتونید ازش استفاده کنید، بخش ابزارهای تصادفی یا رندومایزر تولز بود. اگه روش بزنی اینجا 5 تا مورد براتون میاره. این چرخ شانس هست که حالا شما میتونید از این دیتایی که هست موارد مختلف اینجا بذارین، رنگاشو عوض کنین و وقتی روی این اسپینتون بزنین میتونین شانستون حالا با دوستاتون یا حالا هر موردی که بود و اینجا انتخاب کنین. این همون شیر یا خطمون هست، یس یا نو هست، حتی سنگ کاغذ قیچی داره. میتونیم مثلا سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم ببینید شانستون چه جوری هستش. و یه گزینه آخری که هست بازی بطری بود که به نظرم خیلی جالب بود ولی به صورت مجازی. اینجا میتونین شانستون رو امتحان کنیم ببینین آیا این بطری صاف میفته یا نه. من فقط چند تا نمونه از این برنامه فوق‌العاده رو بهتون معرفی کردم و این برنامه پر از ویژگی‌ها و برنامه‌های مختلفه که به نظرم خوبه روی گوشیمون باشه و حالا خودتون میتونید یکم وقت بذارین و همشون رو تست کنین. اگه زیاد با شماره تلفنتون کار میکنین و اونو به بقیه میدین، این برنامه که بهتون میگم خیلی مورد استفادهتون هست. اسمش دیجی کارت هست و اونم به راحتی میتونین دانلودش کنین. وقتی برنامه رو باز کردین تنها کاری که باید بکنین روی این کرییت کیو آر کد میزنین و اینجا مشخصات خودتون رو وارد میکنید. مثلا یه عکسی میذارین، اسمتون رو مینویسین، شماره تلفنتون رو باید بنویسین، مثلا من اینجا یه چیزی وارد میکنم، ایمیلتون و حالا مواردی که هست و میتونین وبسایتاتون یا حتی هر چیزی که هست و اینجا وارد کنین. حالت QR کدتون هم اینجا انتخاب میکنین و حتی رنگ اون بنر دورش هم میتونین تغییر بدین. مثلا من میذارم روی قرمز و اگه اینجا روی سیف بزنیم میبینیم که این QR کد شخصی رو برامون ساخت و الان همه اطلاعاتمون داخلش هست. میتونیم روش بزنیم و به راحتی ازش یه اسکرین شاتی بگیریم و توی هر جایی که خواستیم ازش استفاده کنیم یا حتی روی کارت ویزیتمون هم میتونیم اونو قرارش بدیم. حالا هر کسی که اونو اسکن کنه اطلاعات شما به سرعت به گوشیش منتقل میشه و میتونه به راحتی اونو ذخیره کنه. اگه ویدیوی مربوط به ترفندهای سامسونگ هم که این بالا برات قرار میدم دیده باشی میدونی که سامسونگ هم یه ابزار مشابه این داره و با استفاده از این اپلیکیشنی که من بهت الان معرفی کردم
میتونید روی هر دستگاهی مثل آیفون هم این کار رو به راحتی انجام بدید. برنامه آخرم یه برنامه مفید و متفاوته، مخصوص افرادیه که معمولا گوشیشون یه جایی جا میذارن و یادشون میره کجا گذاشتن. برنامه کلاب تو فایند یور فون هست و به راحتی میتونید اونو دانلودش کنید. بعد از اینکه برنامه رو باز کردین، اگه یکم پایین‌تر بدین، اینجا فارسی هم داره و از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه و میتونید زبان فارسی رو انتخاب کنین. اینجا یه سری راهنمایی‌ها بهتون میکنه و کافیه که شما روی این تب تو اکتیو کلیک کنین و اینجا اجازه دسترسی‌ها رو بهش بدین. همونطور که فکر کنم تا الان دیگه حد زدین، وقتی گوشیتون رو گم کنین الان کافیه یه دستی بزنید. و میبینیم که با یه صدای بلندی داره میگه من اینجا هستم و به راحتی میتونین گوشیتون رو پیدا کنین. این فلشش هم همونطور که دیدین توی هوای تاریک میتونه بهتون خیلی بیشتر کمک کنه تا خیلی سریعتر گوشیتون رو پیدا کنین. خب اینم از چند تا اپلیکیشن جالب و مفید و کاربردی که بهتون معرفی کردم. اگر از این ویدیو خوشت اومده حتما اونو لایک کن و تو کامنت ها بهم بگو تا پارت 2 این ویدیو هم برات درست کنم. حتما کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بذار تا از آموزش های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که فکر میکنه این ویدیو منم میتونه براش مفید باشه، حتما این ویدیو منو براش بفرست. این ویدیومونو دیگه طولانیش نمیکنم تا ویدیو بعدیمون. خدا نگهدار.